On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency the President of the Islamic Republic of Iran, Mr. Hassan Rouhani, and to invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه. خانم رئیس، انتخاب شما را به ریاست 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان از خودسری و بیتوجهی برخی از دولتها و ارزشها و نهادهای بین المللی در رنج است. پیام حضور ما در اینجا آن است که ایجاد منافع و امنیت جهان با کمترین هزینه در سایه هماهنگی و همکاری کشورها امکان پذیر است. اما متاسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر می کنند با تقویت ناسیونالیسم افراطی، نجات پرستی و بیگان ستیزی که یادآور تفکر نازی هاست و با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و تضعیف سازمانهای بین المللی بهتر می توانند به منافع خود دست یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت می توانند بر احساسات عمومی و جذب آراء مردم تأثیر بگذارند و برای این منظور به نمایش‌های مضحکی حتی در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت دست می‌زنند. باید برای همیشه این خیال پردازی را کنار بگذاریم که می‌توان با سلب امنیت و صلح از دیگران صلح و امنیت بیشتری را برای خود دست و پا کرد. باید مجال رشد به این تفکر را ندهیم که میتوان با ایجاد ناامنی ساختگی از دیگران باج‌خواهی کرد. در این مسیر مقابله با چند جانبه گرایی نه نشانه قدرت بازو که علامت ضعف اندیشه است و حکایت از عدم شناخت از جهانی در هم تنیده و پیچیده دارد. در این شرایط بی تفاوتی و بی اثری نهادهای بین المللی می تواند خطری برای صلح جهانی باشد که دولتهای اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند. دولت ایالات متحده آمریکا دست کم در صورت هیئت حاکمه فعلی خود عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین المللی را بی‌خاصیت سازد. این دولت در حالی که برخلاف قواعد و حقوق بین الملل از یک توافق چند جانبه مصوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفتگوی دو جانبه می‌خواند. دولتی که هنوز به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان سلف خود را نقض می‌کند و اصل حقوقی مسئولیت دائمی دولت‌ها را نمی‌شناسد، به مشورت نخبگان بها نمی‌دهد، آنگاه از ایران می‌خواهد
با او گفتگو کند. ما با چه معیاری می توانیم با چنین دولت بدعهدی عهد جدیدی ببندیم؟ هر گونه گفتگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد، نه با اعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاع بزرگتر آن که دولت آمریکا پنهان نمی کند که در پی براندازی همون دولتی است که خواستار گفتگو با آن است. حضار محترم، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی همواره مبتنی بر چند جانبه گرایی و پایبندی به اصول شناخته شده حقوق بین الملل بوده است. احترام ما به معاهده عدم اشاعه و مذاکرات سخت و طولانی ما با 5+1 که منجر به توافق برجام شد نمونه بارزی از این روی کرده است. خرسندیم که جامعه بین المللی خروج یک جانبه و غیرقانونی دولت آمریکا از برجام را بر نتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود. برجام حاصل بیش از یک دهه تلاش دیپلماتیک و یک دور مذاکرات فشرده برای رفع یک بحران ساختگی بود. این سند توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آرا تأیید و به تعهدی بین المللی تبدیل شد. بر اساس این قطعنامه همه کشورها و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای موظفند از هر اقدامی در مغایرت با آن خودداری کرده و از اجرای برجام حمایت نمایند. بر پایه 12 گزارش متوالی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است. لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند و متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود از این توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش گروگان بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی از اجرای تعهدات بین المللی شانه خالی کند. علاوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می‌خواهد برجام را نقض کنند. خطرناکتر آنکه آمریکا همه کشورها و سازمان‌های بین المللی را تهدید می‌کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند مجازات خواهند شد. این دو، یعنی دعوت عام برای سرپیچی از قانون و همچنین تهدید قانون مداران به مجازات، برای اولین بار است که در تاریخ این سازمان اتفاق می افتد. این روش منحصر به مسئله برجام نیست. حتی در برخورد آمریکا با دیوان کیفری بین المللی نیز حاکم است. ما از حمایت جامعه جهانی و تلاش‌های اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حمایت از اجرای برجام قدردانی کرده و تحقق کامل تعهدات مصرح در آن را شرط بقای این دستاورد مهم دیپلماسی می دانیم. خانم ها، آقایان، تحریم های یک جانبه و نامشروع خود نوعی تروریسم اقتصادی
و ناقض حق توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه آغاز کرده، نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیانباری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی اخلال کرده است. ملت ایران در خلال 40 سال گذشته نشان داده که علی‌رغم سختی‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها همچنان مقاوم است و می‌تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی عبور کند. تاریخ هزاران ساله کشور ما نشان می‌دهد که ایران و ایرانی در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است. در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواست مردم ایران که در انتخاب‌های متعدد بروز و ظهور یافته یقیناً محکوم به شکست است. ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگ غنی و با جایگاه مهم ژئوپلیتیک خود واقعیتی غیرقابل انکار است. بدون شک سیاست مشارکت با ایران آثار مبارکی برای ملت‌ها در بر خواهد داشت که یک نمونه آن همکاری ایران با کشورهای دوست در مبارزه با تروریسم است. درک ایالات متحده آمریکا از روابط بین الملل اقتدارگرایانه است. آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد حق هم دارد. درک آنها از قدرت نه اقتدار مشروع و قانونی که زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پای میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می‌شود خوشه‌های خشم ملت هاست که نصیب زورگویان خواهد شد. ما هم معتقدیم که در نهایت شاید راه بهتری جز گفتگو وجود نداشته باشد، اما گفتگو دوسویه است و بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسان ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ورق پاره نیست. ما از شما دعوت می‌کنیم که به قطعنامه بازگردید. ما از شما دعوت می‌کنیم به میز مذاکره‌ای که خود آن را برهم زدید بازگردید. اگر از برجام می‌ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می‌دانید، ما از شما دعوت می‌کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. ما از شما دعوت می‌کنیم که در نهادهای بین‌المللی بمانید، تحریم نکنید، که تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است. در تکفیر اندیشه انسان‌ها انکار می‌شود و در تحریم زندگی و رفاه مردم نفی می‌گردد. برای گفتگو نیازی به گرفتن عکس‌های دو نفره نیست. می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی سخن یکدیگر را شنید. من گفتگو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم موضوع امنیت بین الملل بازیچه سیاست داخلی آمریکا نیست. سازمان ملل یکی از ادارات دولت ایالات متحده آمریکا نمی باشد. هر گفتگویی می تواند از جایی و از همون کسی که گفتگو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است شروع شود. شروع آن پایان دادن به
تهدید و تحریم ظالمانه است که ناقض اصول اخلاقی و حقوق بین الملل است. سخن ما روشن است. تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف. سیاست ایران روشن است. نه جنگ، نه تحریم، نه تهدید، نه زورگویی، فقط وفای به عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسی در همه منطقه خاورمیانه حمایت می‌کنیم. دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم. ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم مبارزه با تروریسم بوده ایم و خواهیم بود. مردم ما امروز عزادار شهادت ده‌ها انسان بیگناهند که روز شنبه توسط تروریست‌هایی به خاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از برخی پایتخت‌های غربی و در مصاحبه با رسانه‌هایی که در غرب با دلارهای نفتی اداره می‌شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند. ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون هر گونه ملاحظه‌ای محکوم کرده و می‌کنیم. ما از بیانیه محکم دیروز شورای امنیت در این زمینه استقبال می‌کنیم. ولی چرا رؤسای سازمان‌های تروریستی من جمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفته در کشورهای غربی فعالیت می‌کنند و برنامه رسمی برای جمع‌آوری پول دارند؟ آیا این اقدامات مغایر مقررات بین المللی نیست؟ چرا هیچ یک از کشورهای تأمین کننده مالی گروه‌های تروریستی ضد مردم ایران که سابقه تأمین مالی و تسلیحاتی برای داعش و النصره و القاعده نیز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند که بلکه تشویق و تسلیح هم می‌شوند؟ برای اینکه دنیا ادعای مبارزه با تروریسم را جدی بگیرد نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جدی با این پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم. حضار محترم، بر همین اساس ما از همون ابتدای بحران سوریه نسبت به هر گونه مداخله در امور داخلی این کشور و استفاده از راهکارهای غیرقانونی از جمله حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی برای اعمال فشار بر دولت سوریه هشدار داده و تأکید کردیم که این بحران صرفاً از طریق گفتگو میان طرف‌های سوری قابل حل است. در همین راستا حضور مشاورین نظامی ما در سوریه به درخواست دولت سوریه انجام شده و منطبق بر حقوق بین الملل و برای مبارزه با تروریسم است. ایران، روسیه و ترکیه در همکاری با دولت سوریه و طرفهای سوری موفق شدند در قالب فرایند آستانه که اوائل ماه جاری میلادی سومین اجلاس سران آن در تهران برگزار شد، نقش مؤثری در کاهش تنش در سوریه ایفا کرده و در آخرین اقدام مشترک از درگیری و خونریزی در منطقه ادلب جلوگیری کنند. در طی بیش از 3 سال گذشته شاهد وضع وخیم انسانی در یمن هستیم که منجر به تخریب زیرساخت‌ها، کشتار و مجروح شدن صدها هزار نفر از مردم بیگناه و آوارگی میلیون‌ها نفر و وقوع قحطی
و بیماری مزمن شده است. این اقدامات غیر انسانی مصداق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. بحران یمن صرفاً از طریق گفتگوهای یمنی و بدون ملاحظه مداخلات داخلی قابل حل است و در این راستا آماده هر نوع کمک هستیم. اصلی ترین بحران خاورمیانه بی تردید مسئله فلسطین است. گذشت زمان نباید و نمیتواند موجب توجیه اشغالگری شود. جنایات بیشمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها بدون کمک های مادی و تسلیحاتی و سیاسی آمریکا امکان پذیر نبوده است. اسرائیل با داشتن زرادخانه های هسته‌ای و تهدید صلح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است. اقدام زشت دولت آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و تصویب قانون نجات پرستانه دولت یهود در اسرائیل ناقض موازین بین المللی و مصداق بارز آپارتاید است. خانم رئیس، گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امتر و توسعه یافته تر از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران است. چند هفته قبل جمهوری اسلامی ایران به همراه چهار کشور ساحلی دیگر دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به امضا رساندند. اطمینان دارم این اقدام تاریخی موجب تقویت حسن همجواری و پیشرفت برای همه کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد بود. ما با همسایگان جنوبی خود نیز همین روابط را می‌خواهیم. ما معتقد به تشکیل سازوکارهای مشترک برای منطقه خلیج فارس با حضور و مشارکت همه کشورهای منطقه می باشیم. امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز همیشه برای ما مهم بوده و همونطور که در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از آن حفاظت کردیم، در آینده نیز با هر گونه تلاش برای اخلال در این آبراه حیاتی مقابله خواهیم کرد. ایران نگاهی صلح طلبانه به مسائل ایران، به مسائل بین المللی داشته و بنای جنگ با هیچ کشور ایران نداشته و ندارد. ایران نیازی به امپراتوری ندارد. ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است. ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده و خواهد بود. دیدبانی هوشیار برای جهانی آری از خشونت. جمهوری اسلامی ایران همون دولتی است که قبل از همه جهان ماهیت فاشیستی رژیم بعثی را شناخت و در برابر تجاوز آن مردانه جنگید. ما با حزب بعث می جنگیدیم قبل از آن که کویت توسط آنها اشغال شود. جمهوری اسلامی ایران همون دولتی است که در خط مقدم مبارزه با طالبان بوده و در نبرد با تروریسم طالبان شهید داد. ما با القاعده و طالبان می جنگیدیم قبل از اون که به نیویورک حمله شود. جمهوری اسلامی ایران همون دولتی است که با داعش جنگید و آن را تصویری مجعول از اسلام گرایی اعلام کرد. ما با داعش می جنگیدیم قبل از اون که در پاریس و لندن و بروکسل عملیات کنند. واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید. از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید. جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت اگر صلح آرمان شماست. از توجه همگی شما سپاسگزارم. On behalf of the General Assembly, I wish to thank
His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, for the statements just made. May I request the representatives to remain seated while we greet His Excellency. Please share and like.